یکی دیگه از اون اتفاقایی که دوران بازیگری شما رخ داد، اون قضیه رای گیری برای کابینه بود در زمان علیدایی، جریانش چی بود و اون منجر شد که رابطه شما مثلا با شیس رضایی برای همیشه دیروتار بشه دیگه؟ من شیس رو همیشه دوستش دارم، بازیکن بسیار فنی عالی، خیلی بچه شوخ. من هیچ وقت نیومدم بگم شیس اینجوری بود، شیس اونجوری. من اصلا حالا بالاخره خیلی کاپیتان میشن، حالا این نوع کاپیتانی من چون با رای گیری بوده تو تاریخ خاصه اصلا، یعنی این یه چیز نمیدونم، حالا خدای دوست داره ما رو خاص کنه اون گله خاص اینجوری. ولی میخوام اینو به شما بگم که من روزی که اومدم تو پرسپولیس نه برنامه ریزی کردم برای بازوبند، بیام به جان بچم، یعنی واقعیت، نه من حتی چند روز قبل از این صحنه که حالا بخواد اتفاق بیفته، یه یک دقیقه قبل از این که آقای دایی بخواد رای گیری بذاره، به خدا قسم به جان بچم اگه من اصلا فکر کردم الان رای گیری میذارن، چون اصلا قرار نبود همچین چیزی باشه. و شیس اگر قدر خودشو میدونست واقعا قابلیت فنی بسیار بالایی داشت و بچه بسیار شوخی هم هست، ولی خب شاید مشاورهایی که بعضی موقع کنار آدم قرار میگیرن با آدم ضرب، من ممکنه کنار منم ممکنه یه روزی یه مشاوره بعد قرار بگیره، من نمیگم حالا من خیلی خوبم نه، ولی شیس، نیکبخ، این بازیکنه اینجوری خیلی میتونستن پتانسیل بالاتری داشته باشن و حتی بازی ملیشون خیلی بیشتر بکنه. ولی اون اتفاقی که افتاد، من فکر میکنم حالا آقای دایی دلگیری از ایشون داشتن، بعد ایشونو بخشیدن بعد از بازی سبا و بعد ما رفتیم توی ترکیه، یه ذره بی‌نظمی بود، حالا ایشون با چند نفر دیگه زودتر رفتن سر تمرین و وعید هاشمیان هم دقیقاً به ما تازه اضافه شده بود توی هتل تایتانیک آنتالیا، ما اومدیم بریم، آقای دایی ناراحت شدن که یه سری چرا زودتر اومدن، یه سری چرا دیرتر اومدن، یه پیش زمینه هم از ایشون داشتن که خب ایشون یه ذره اصلا شاید یه سری جا نامنظم بوده، آدم این ناراحت شدن، بخش شخصیت علیلایی همه میدونیم، یو گفتن که آقا اصلا همین الان همه میریم تو رستوران نظر سنجی من میذارم، گزینه 1-3 امتیاز، گزینه 2-2 امتیاز، گزینه 3-1 امتیاز، هر کسی باید رأی بده، 7 کاپیتان انتخاب کردن که من بودم، وعید هاشمیان بود، خود شیس بود، عیزه حقیقی بود، حسین بادامکی، مشتبه شیر مازیار زاره، حتی بالا یک دوتا بچه هم میخواستن خودشون لوس میکنن، میگفتن نه آقا ما نباشیم که حالا برخی هیچ کسی از کاپیتانی پرسپولیس بعدش نمیومد. و اصلا من تا اون لحظه اصلا خدا گواهی اصلا فکر نمیکردم، من بازی قبلش با سایپا بروت اون رزومه و اون سابقه که داشتم کاپیتان شده بودم که ما یکیش سایپا رو بردیم توی تختی، ولی قبلنش هم بود یکی دوتا بازی، خب مثلا اگر برفرض نمیدونم آقای ایکس نبود، ایگرگ نبود، با آدم میرسید، ولی اینکه حالا من بخوام نقشه بچینم، نه شما خودتون میدونید، نه رو تفکر علی دایی شما میتونی نفوذ کنی بگی من مثلا دلیل اینه، من واقعا عاشقانه پیران پرسپولیس دوستشم، تمرکزم رو بازی خودم بود و اونجا بود که نظر سنجی گذاشتن، حالا لطف خدا و لطف حالا بچه‌ها به من این بود که همه تقریبا بهم رأی دادن، بعد در آوردن که آقای دایی به همه گفته که به ایشون رأی بدین، اصلا وقتی نبود که آقای دایی چی جوری گفت، ما از سر تمرین همه با هم رفتیم تو رستوران، آقای دایی کی به اینا گفته؟ بعد و من خودم فکر میکردم وحید هاشمیان رأی میاره، من خودم گزینه یک به خودم رأی دادم، هر کسی فکر کنم به خودش رأی داد، گزینه دو وحید هاشمیان، گزینه سه به بادامکی، یعنی عین واقعیت رفتیم اونجا، نظرسنجی گذاشتن به من 65 امتیاز آوردم، آقای وحید هاشمیان 45 امتیاز آورد، حالا بعد آقای نمیدونم بادامکی، مازی زاره، مشتبه شیری، شیس و حقیقی. من گناهم چی بوده؟ شما من بگید من چه گناهی کردم؟ هر کی من یه بازوبند کاپیتانی با آدم اصلا یه نظر سنجی میذارم، میگه آدم با افتخار میگیره، چرا نگیرم؟ یه فرصتی که خدا به من، ولی من واقعا به این قضیه فکر نکردم، میگم به جان بچه‌م این واقعیت دارم، میگم بچه‌مو اصلا من نباید قسم بخورم. بعد دیگه رفتیم جلوتر توی دبی، ایشون یه بی احترامی به هوادار پرسپولیس کردن توی بازی با زنیت که دیگه اونجا خود هوادارا اومدن دم رختکن گفتن آقا اصلا این دیگه نباید باشه، یعنی خود آدمم یه موقعی مقصره، حالا من میگم شیس خیلی بچه خوبیه، هم اخلاقی هم فنی، ولی من احساس میکنم شاید ایشون مثلا یکی ایشون شارژ کرد، یکی مشاور بدی داشت و همینا، و براش هر جاست آرزو موفقیت میکنم، یکی از بهترین دفاع راستایی بود که کنار من با هم بازی کردیم و خیلی هم تو قهرمانی پرسپولیس تاثیرگذار بود، درسته چند هفته آخر نبود ولی از لحاظ فنی خیلی به تیم ما کمک کرد، حالا شاید اون بازی استقلال اهواز اون لحظه تو ذهن شف و حرکت انجام داد و
حالا ممکن هر بعضمون یه اشتباهی بکنیم، ولی شیز کسی بود که پرسپولیسیه، پرسپولیس رو دوست داره، خیلی هم تعصب داره به پرسپولیس. ان شاء الله که یه روزی بشه که مشاوره که کنار شیز هم هستن دلشون مثل شیز همونجوری دل خوبی باشه و رو شیز تاثیر بد نذاره. و در صحبت ها از اون مصونیت گفتید الانم اسم علیرضا حقیقی اومد. یعنی نقل قولی خوندم از شما که اون برخوردی که خب سر تو رفتید عمدی بود باعث مصونیت. من میگم همه میگن عمدی بود، ولی من خودم هیچ وقت تهمت به هیچ کی نمیذارم. من یه چیزی رو میگم، من میگم تو اون لحظه خب چون توپی بود که بیرون از 18 قدم بود، به این موقع از شما مثلا تو 6 قدم یه گلر میاد جمع میکنه میخوره به شما، ولی بیرون از 18 قدم هیچ خطری نداشت اون توپ، هیچ خطری نداشت. یعنی اصلا من بغل من آقای مرداد پولادی بازیکن تیم مس بود، آقای کلاهکش بازیکن اونا ارسال کرد، من اومدم بیرون از پشت 18 قدم اومدم سر بزنم، یهو دیدم یه چیزی رفت تو کمرم، اصلا یه چیز، یعنی اون برابری که دکتر آورده با سرعت 90 تا میگفت اگر مثلا یه حالت خاورمانند وجود بیاد تو کمرت، یعنی چیزی که شدتی که به من ضربه خورده بود رو برآورد کرده بودن، میگفت یه همچی چیزی با 90 تا اومده تو کمرت، بعدم با استوک رو قفسه سینم افتاد. یعنی اصلا یه چیز میگی، ولی من واقعا نفسم در نمیومد. و اگر وحید امرایی بازیکن تیم مس که با من تو زباهم بود اون دست زدن من به زمین رو نمیدید، من اینجوری نمی آورد بالا که دو تا جای دنده‌های دیگه من بشکنه که من نفس بکشم، دو از اون برای من اتفاق خیلی بدی میافتاد. میگفت دکتر میگفت شاید کمتر از 1 سانت با ریت فاصله داشته. و من اینجا فوتباله اصلا، بازم من میگم، ولی اینکه شما پاتو، من پامو رو پای شما میذارم یه معذرت خواهی میکنم، تنها کسی که به من زنگ نزد ایشون بود. یعنی من حتی بیمارستان رفتم، شب خوابیدم با این هم مسکن، میدونی دندرم هیچ کارش نمیتونن بکنن. من 42 روز اوریب رو مبل اینجوری دراز کشیده بودم و فقط قرص خواب میتونست من رو بخواب، نمیتونستم بخوام. یعنی اینوری نمیتونستم بخوابم، صدای خورد شدن دنده هم میومد، این وری هم نمیشونستم بکنم. شما یه دندت ضربه میخواد 5 تاش بشکنه، 2 تاش 2 تا جا سرش هم شکسته بود. و که آقای محمود خوردمی خودش ناراحت شد سر تمرین برگشته بهش گفت تو یه زنگ بزن حتی حال اینو بپرس. یعنی من خب آقای دایی و آقای فردوسی پور و حالا محمود خان اینا که همون اول تماس گرفتن، ولی این امیر قلعه نوعی به من اما اولش باور کن نیم ساعت نشد زنگ زد سپر چی شد، من بعد بازی حالا چطوری، من که با حال نمیتونستم درست صحبت کنم، تشکر کردم. اینا خیلی ارزشمنده، حالا رنگ آبی باشه قرمز باشه. الان ما هیچ کدوم ما پرسپولیس به خدا اگه دوست داشته باشیم یکی از استقلالی‌ها کرونا بگیره، به ابرفض اگه دوست داشته باشیم، ان شاءالله همشون سالم باشن. رقابت تو زمین رو بیرون از زمین ان شاءالله همه سالم باشن، تو زمینم سالم باشن، اون فرق میکنه. ولی اینکه تماس نگرفیشون و بعد از اینکه من بعد از 42 روز اومدم سر تمرینای پرسپولیس، یعنی من یادم دقیقاً با همون دندا 30 خورده روز گذشت، من اومدم قبل از بازی فولاد توی جام حذفی بود که ایشون اومد گفت چطوری خوبی بهتری؟ خب این خیلی درده. من میگم اینا پس یعنی چی این عمد و غیر عمد شده دیگه خدا میدونه، ولی خب فکر کنم میشه قضاوت کرد. و واقعا تیم ملی رو از من گرفت. فکر میکنم در ادامه هم نگاه بکنی زندگی هر کسی هم مشخصه، شاید ایشون جام جهانی، ولی فکر میکنم 2-3 سالو از دست داد به خاطر اینا. خدا به همه چی نگاه میکنه، بد برای کسی بخوای خدا نگاه میکنه. و من هیچ وقت به ایشون تهمت نزدم، ولی حتی پدر ایشون هم خیلی با من بد صحبت کرد. یعنی ایشون من گفت که شما وقتی میثاق معمارزاده توی بازی هست شما تک میزنی، برای بچه من تک نمیزنی. اصلا من نمیفهمم یعنی چی. یعنی من میگم یه جوری کلا خانوادگی گیر دادن به ما، ولی چیزی که هستش خب اینو مایه تاسفه، فکر کنم همه حالا میشناسن، پدرشون آدم زحمتکشی هم هست، ولی خب ایشون نباید با من همچین صحبتی میکرد. حتی خود علیرضا هم ناراحت شد که پدرش همچین صحبتی با من کرد. و دقیقاً این بینشونی که دم در فدراسیون فوتبال هم پدرش با من صحبت کرد. یه مسئله دیگه هم موقع که شما پرسپولیسی شدی اومدی پرسپولیس، قرار بود دانش برهانی هم پرسپولیس شه، درسته؟ حالا من چیزی بود که من چند روز پیش خودم هم عنوان کردم. بله، من چون آرش من خیلی دوستش دارم، پسر خیلی که دوستای خیلی خوب منه، حالا رنگش آبی هست ولی ما با هم رفیقیم. الان خیلی بازیکن پرسپولیس استقلال بیرون از زمین با هم رفیقن، یکی از دوستای خیلی خوب منم هست آرش. ولی یه چیزی گفت که خب پرسپولیس تیم سوم پایتخته و
خب این یه مقدار چون هوادار پرسپولیس ناراحت شدن، منم حالا هم حالتی که خودش گفتم میام اگه تیم سوم پایتخت بود چرا پس آرش اول اومد باشگاه پرسپولیس بعد رفت باشگاه استقلال یک؟ اگر تیم سوم پایتخت این پس چجوری از تیم سوم پایتخت 6 تا خوردین؟ و اینکه آدم تیم سوم پایتخت باشه که قطعا نیست، پرطرفدارترین تیم آسیا هیچ وقت تیم سوم پایتخت نمیشه، ولی دست سه دیگه نره، واقعا دیگه دست سه رو دیگه آدم نمیدونه کجای دلش بذاره. و یه مقدار این احترام است. ببین ما اون سالایی که پرسپولیس قهرمان نمیشد، ما مثلا مصاحبه میکردیم گفتیم آقا اسنپ جامو مثلا از منیریه بگیرین مثلا، یا نه اصلا فروشگاه علی دایی جام بفرستیم بره. نه اینجوری نبوده، ما همیشه احترام گذاشتیم چه سپاهان چه استقلال. بعد من یه سوال دارم، الان خب هر تیم یه عددی داره، حالا من اینو تا حالا جایی نگفتم ولی اینو از رسانه شما که خیلی هم پرطرفدار میگم، من میگم عدد 6 که مال ماست، 6 که دیگه مال پرسپولیس است، 10 هم که مال ماست دیگه، 10 دقیقه 10 نفره و اون هتریک هم که مال ماست، یه عدد 4 دارین. الان ما پوکر کنیم این 4 رو کجا دیگه چه عددی میخواد نشون بده؟ من این سوال شما اینو من جوابش بده، من میگم 4 هم که مال ما میشه. شما میگین 4 بار ما رو بردین، حالا یه بارش تو جام نمیدونم کجا بوده، حالا هر چی بوده، شما میگین 4 بار بردین، اوکی آقا ما 4 بار میگین نمیگین بردیم، ما 4 بار قهرمان شدیم. 4 بار قهرمانی که خیلی سخت تره که، من میگم این 4 بار این عدد 4 رو ما چیکار کنیم؟ ما 4 رو که ما نشون بدیم، 6 هم نشون بدیم، 10 هم نشون بدیم، انگشتاشون یه وقت هنگ نکنه، مثلا عددی دیگه انگشتاشون نشون فکر نمیکنم بتونه بده. اگه میخوان ما عدد بگن، ما قهرمانیامونو تنظیم کنیم با اون عددی که میگن، یا حالا اگه مثلا نمیدونم عدد چند یه عدد دیگه میمونه، 10 از 1 تا 10 مال ماست، حالا من نمیدونم، حالا شما بخوای بگی اگر عددی بگن سفارش بدن تا ما اونو بسازیم، موفقیتشو یا جامشو بسازیم یا جامشو بگیریم. به عنوان سوال پایانی، حس واقعی شما، خب پوکر قهرمانی پرسپولیس خیلی نزدیکه، و اون حس واقعی شما از این اتفاق چیه؟ حس واقعی من خیلی حس شیرینیه، چون خیلی سالها رو تو پرسپولیس من دیدم که هوادارا خیلی حرص می‌خوردن، ولی پرسپولیس اون ابزار لازم برای قهرمان شدن رو نداشت. همونجوری که من الان عقیده‌ام اینه که استقلالم ابزار لازم برای قهرمانی نداره، یعنی داره بازیکن‌های با کیفیت داره، مثلا راجع به استقلال صحبت کنم، ولی این موقع ابزاره نیست. پرسپولیس ابزارش رو داره، یعنی هم بازیکنهای با کیفیتی داره، هم همگونن، هم کادر فنی خوب، حالا کادر فنی استقلال هم محترمه، بیشتر ابزار منظور بازیکناست، شاید مثلا تو چند تا پستشون واقعا نیاز هست که حتی خود کادر فنی هوادارشون هم نظرشون همین خواهد بود. حمایت هوادار پرسپولیس که 50% توانن، الان همه چی عالیه، پول اومده تو باشگاه، یعنی پرسپولیس واقعا اگر اون ثبات تو کیفیت بازیکنش و کادر فنی شبشه، پرسپولیس حالا حالا میتونه شانس اول قهرمانی باشه. ولی این خب حس خیلی قشنگیه که شأن و شخصیت هوادار پرسپولیس نیست که هی هرس بخورن آقا تیمشون الان آیا مثلا شانسی داره برای قهرمانی، چون چند سالی بود، 9 سال بود که بعد از اون گله اون اتفاق نیفتاد، خیلی هوادار پرسپولیس اذیت شدن و خدا رو شکر که الان دارن کیف میکنن، لیاقت اینا همینه، و ان یه موقعی فکر میکنم که قطعا با یحیی گل محمدی پرسپولیس میتونه که قهرمانی آسیا رو تو ویترین افتخاراتش اضافه کنه. ما میتونیم که تو دو تا بازی که بعد تعاون داریم نتیجه خیلی خوبی بگیریم و خودمون دوباره شانس اول صعود بکنیم. این فاصله هم فکر میکنم یه رکورد بشه، فاصله الان پرسپولیس با تیم دوم جدول، چون پرسپولیس تمرکز کرد خیلی، حالا شاید تمرکزشون رو مصاحبه، فضای مجازی و خیلی چیزهای دیگر، ولی پرسپولیس حتی از اون تونل ضد عفونیش نشون داد که به سلامتی اول همه چی اهمیت میگه. واقعا حمایت پرسپولیس و افشین پیروانی عزیز بود. من فکر میکنم که این تا آخر فصل این فاصله، من نگرانم یو از فرودگاه امام تا میدون تجهیز نشه، این فاصله خیلی داره زیاد میشه. من الان چیزی که هستش، من فکر میکنم در آخر فصل ویزم پیدا نکنه این فاصله رو، یعنی لوکیشن بدی دیگه این ویزم پیدا نکنه، و حالا اینم فکر میکنم نشون از شایستگی و لیاقت مجموعه پرسپولیس و هواداراشه. حالا من اینو به طنز گفتم، ولی واقعا همه چی توی زمین مشخص میشه. شما اگه تا فردا صبح هم مصاحبه کنی بگی من اینجوریم، ولی وقتی میای تو رینگ تو میدون برای عرضه اونجوری چیزی نداشته باشی، قطعا همه میفهمن که شما
و فکر کنم پرسپولیس با عملکردش نشون داد. حالا سعی میکنیم که تو ویس حالا یه جوری اون لوکیشن رو معرفی بکنیم که دوستان یو چیز نشن. و یه سوال دیگه هم از شما دارم. حالا امسال رو همه پرسپولیس رو کوبیدن، خیلی واقعا خیلی پرسپولیس مورد هجمه بود. اگه پرسپولیس اون ثبات رو حفظ بکنه، به نظر شما سال بعد بهونه این تیم‌ها به چه صورت خواهد بود؟ چی میگن الان؟ سال بعد چی میخوان بگن؟ سالگرد کرونا رو شاید بخوان بگیرن، نمیدونم. به نظر شما چی میگن؟ ایشالله یه جوری باشه که سال بعد، حالا امسال که گذشت، سال بعد الان دیگه بهونه رو بذارن کنار تیم‌های رقیب، این پول اسنپ و اینا رو هم بذارن تو قلک بچه‌هاشون که حداقل یه ذره جمع بشه بچه‌هاشون تو اوضاع اقتصادی وقت با ارزش دلار حالا به دردشون بخوره. سپری نری عزیز، من دیگه سوالی ندارم. اگه سوالی مونده که نپرسیده باشم، صحبت پایانی است با مخاطبای رسانه‌ای طرفداری یا هواداری پرسپولیس، این شما و این مخاطب. ممنون، من از شما تشکر میکنم، از طرفدارای رسانه طرفداری که قطعا حرفه‌ای هستن که این رسانه رو می‌بینن هم تشکر میکنم که منو تحمل کردن. اگر حالا تیم رقیب بودن یا هر چیز، من همه چی که ما میگیم آخر فوتباله و وقتی استقلال قوی باشه پرسپولیس هم قوی تر خواهد شد و برای تیم رقیبم دوست دارم اتفاقای بیفته که اونها هم یه مقدار سر و سامون بدن که یه مقدار، چون تیم ملی ما قطعا قوی تر خواهد شد و تمرکزمون رو کارمون بذاریم. من به هوادار پرسپولیس خب پیشاپیش پوکر قهرمانی پرسپولیس رو تبریک میگم. اول نیم فصل، اول فصل من گفتم پرسپولیس با 3 هفته زودتر قهرمان میشه. آقا گل محمدی هم که اومد، من آقا یحیی هم که اومد، گفتم پرسپولیس با 15 امتیاز حداقل قهرمان میشه. خیلی خندیدن، ولی این یعنی اتفاق داره میفته. من به نظرم بالاتر از 15 امتیاز این اتفاق خواهد افتاد. فقط تبریک میگم به هوادار پرسپولیس، سرشون بهترین رو آرزو میکنم. سپهر ایدری، خیلی ممنون از شما و ممنون از مخاطبین عزیز رسانه طرفداری که تا این لحظه همراه ما بودن. براتون عرض سلامتی دارم و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم.